اما به یک موضوع دیگه بپردازیم. یکی از روزنامه نگاران داخل ایران از احتمال بازگشت محمد امامی تهیه کننده متهم به فساد مالی گسترده به عرصه سینما و تلویزیون خبر داده. پژمان موسوی در صفحه اینستاگرامش نوشته امامی قراره یک پلتفرم عرضه فیلم و سریال به نام شیدا تأسیس کنه. هنوز مقام‌های سینمایی و وزارت ارشاد واکنشی به این خبر نشون ندادن. هانیه توسلی بازیگری که پیشتر خبرهایی درباره ممنوعیتش از کار منتشر شده بود در واکنش به این خبر نوشته خدا رو شکر که این روزها کاری با عرصه بازیگری نداره. محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است که دادگاه هم محکومش کرده. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما همراه میشن. آقای مصلح، نام آقای امامی به عنوان نمادی تبدیل شده از فساد در سینما و پول‌های آلوده‌ای که وارد سینمای ایران شده. چقدر فکر می‌کنین که ممکنه یک همچین فضایی دوباره بهش داده بشه و بخواد با یک پلتفرم برگرده؟ بله، من امیدوارم صدای منو داشته باشید. بله، حتما داریم. خواهش میکنم. ببینید، مسئله اینه که الان همونطور که گفتید یک روزنامه‌نگار آقای موسوی این رو خبرش رو منتشر کرده، هنوز هم توضیحی ندادن. به هر حال این مراحل قانونی ماجرا باید از طریق ساترا و یه سری نهادهای از این قبیل پیگیری بشه، ولی من میخوام این رو یادآوری کنم که 3.5 سال پیش حدوداً ابتدا یک نامه‌ای از طرف جمعی از سینماگران در حمایت از آقای امامی منتشر شد و بعد به فاصله چند روز روزنامه شرق یک مصاحبه مفصلی با ایشون کرد، تیتر یکش هم کرد، در حالی که ایشون داخل زندان بود در بهار سال 99. میخوام بگم این تصور که اگر محمد امامی به دلیل مجموعه اتهامایی که بهش وارده درباره ظاهرا چند پرونده هم هست، از بانک سرمایه تا صندوق در واقع بازنشستگی فرهنگیان و غیره و غیره و از این چیزا داخل زندانه، این تصور که نشسته کنار و کاری نمیکنه تصور اشتباهیه. یعنی فارغ از اینکه اساسا این اتفاق بیفته، یعنی بیاد یک پلتفرم تاسیس بکنه، باید به این دقت بکنیم که همکاران شرکاش خارج از زندان هستن و دارن فعالیت میکنن. شریک اصلی محمد امامی در اون شرکتی که ما هم داشتن، تصویرگستر پاسارگاد، همین 2 سال پیش شد مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های آنلاین ویودی فعال. بنابراین و اینکه از داخل زندان تونست یک مصاحبه 2 ساعته مثلا با یک روزنامه کثیرالانتشار انجام بده و اون رو تیتر 1 بکنن، یعنی این اجازه صادر شد. یعنی میخوام بگم تأثیر محمد امامی در واقع در همه این سالهایی که حتی در زندان بوده وجود داشته. و یک نکته ای هست، اساساً بحث پولهای آلوده، پولشویی و از این قبیل با سریال شهرزاد که کار محمد امامی و در واقع اون شرکتی بود که داشتن و شرکاش مطرح شد از نیمه دهه 90. یعنی تا قبل از اون اساساً این بحث یک چیز بیگانه بود، همه میگفتن مگه میشه چنین چیزی، ولی خب دیدیم که چنین چیزی اتفاق افتاد و بعد دامنه کارهاش رو گسترده کرد، علاوه بر شبکه نمایش خانگی که اون موقع هنوز VOD نبود، شکل فیزیکی داشت، در قالب CD و DVD در واقع منتشر میشد آثار، این کارها رو میکرد. بعد وارد سینما شد، در چندین فیلم به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار حضور داشت و همون موقع هم یک سایتی زد سر سریال شهرزاد که هنوز VOD ها نبودن، گفت میخواست این کار رو بکنه. بنابراین اساساً بعید نیست با این پیشینه و این پیچیدگی که درباره محمد امامی و ارتباطاتش و دوره زندان و شرکاش که بیرونن کار میکنن وجود داره، این خبر درست باشه و ناگهان اعلام بشه که اجازه پیدا کرده که یه همچین چیزی رو تأسیس بکنه و وارد رسما دوباره وارد فضای فرهنگی و رسانه‌ای بشه. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما، سپاسگزارم از شما.